بچه ها رفتیم اون بر نباید برف پاک کنو میزدی هوا که سرد بشه شیشه اینجوری میشه یخ میزنه من یه دفعه هم چه اشتباهی کردم خیلی وقت پیش دفعه اولی که دیدمت یادته؟ بیا قول دادی یادت نره چرا تو تاریکی نشستی؟ یه چیزی میخوری برات بیارم؟ آبقندی چیزی؟ کاش لاغل پیشش بودی وضعیت چی بود آخه یهو این وسط؟ چه وضعیت؟ نگفت لیلا بهت چی؟ سیدی برو کافشن تو از ماما بگیر تو واسه چی اومدی اینجا؟ گفتم وسط تو جمع کن ببر اتاق مهمون باشه بابا من میرم یه چیز بیارم لالا ببخشید باشه گفتم چشت با آرزو باشه بابا داره دنبال میو میگرده رو آخرین عکسی که باش گرفتم تولدم پیچیدی نیومدی چرا مامان جون انقدر منتظرت موند هی میگفت میخواد سورپرایز کنه ما رو فرید احسان وایسا بیواره زرده بیرون قربانت بشم میو کجاست همین دور و براس اینا بذار سرت پیداش میشه Orkus basit. Orkus.
لیلا خانم؟ بله. مامان جون که این وصیتو کرده بود؟ چند روز پیش که برده بودمشون همون. همینجوری بدون مقدمه و اتفاق یه چیزی؟ نه خب. اون روز با آقا رامین صحبت کردن. باز چی؟ احوال پرسی و اینا دیگه بود. من رفتم بیرون، یعنی بهم گفتن درم از اتاق بیرون. رامین زنگ زده بود یا مامان جون؟ گمونم آقا رامین. شما نفهمیدی چی گفتم؟ گفتم که به من گفتم بیرون باشم. ببخشیدم برم؟ اینو بده به رهنا خانم. چشم. این آخر سریعه میگفتن براشون پر رنگ میرسن. دیگه اصلا پرهیز نمی کردن. یعنی رعایت هیچ چیو نمی کردن و داروهاشون هم نمی خوردن. من فهمیده بودم به زور بهشون می دادن. من گفتم نه خودم می خورم. الکی بود از من می گرفتن و این داختن تو سطل آشغال. پس تو چرا هیچ چی به ما نگفتی؟ تهدیدشون کردم. گفتم این دفعه به تامین خانم آقا فرهاد می گم. عصبانی شدن از کوره در رفتن. گفتم به خدا اگه بگی حلالت نمی کن. گفت من دیگه عمرمو کردم، این داروام دردی و ازم دوا نمیکن. منم دیگه دهنم بد. لیلا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ببخشید. چایی رو برده ببر. باند کجا داریم؟ باند؟ برای چی میخوایی؟ برای مادر جون. باشم میارم. این فایده نداره ولی این درزا سوز میاد تو. نمیتونم بخوابم تا صبح. خب اینا تا صبح بیدارن. باشه ولی خیلی سرده دیوارا. یخ زده همه. لیلا خانوم. رضا جون. قند. چایی. میگم چیزی نداریم من کل اینجا رو بپوشونم باش؟ به گلخونه رو نگاه میکنم اگه با چشم. بسه شما در نکنم چون خیلی کوچیکه. ممنون. اون بغلم هیزم هست اگه بخواه. خوش. یه فکری باره گرمایش اینجا باید بکنیم و بچه ها تا صبح سرما میخورن. شیر آب بیرون یخ زده. لیلا خانوم. بله. این پنجره اتاق مادر جون یه ذره باید باز بشه، هوا رفت آمد داشته باشه. چشم. نه نه من. درد داری؟ بفهم. ممنون. یکم استراحت کن، الان برات کسی آب گرم میارم. گفتم نشین پشت فرمونا. بچه میدونم تو برونی؟ بجان چه شدی دقیقه به بچه ها شما رو میان
بیا عزیزم. برم ریخته بود، هرچی هم میگردم پیداش نمیکنم. دنبال چی داری میگردی؟ شناسنامش. شناسنامش رو برای چی میخوای؟ دم دست باشه دیگه، برای کفن و دفنش. تو نمیخوای به وضعیتش عمل کنی؟ تو مطمئنی؟ چیو مطمئنم؟ همه قضیه وضعیت و این سه روزو. معلومه که مطمئنم، برای چی باید دروغ بگه؟ حالا میگه چیکار کنیم؟ بعد اینجوری آخه مامان رو زمینه. بابا خودش خواسته سه روز همینجا نگهش داریم، بعدم خاکش کنیم به هیچکی نگی. چه جوری نگهش داریم؟ نمیشه که. نمیدونم. صبر کن رامین بیاد ببینیم چی میگه. مگه نشنیدی خود لیلا گفت رامین زنگ زده بوده همون روز باش حرف زده بوده. شاید اون یاسم بدونه برای چی حرفا رو گفته دیگه. رامین برای دنیا دنبال بلیط اصلا معلوم نیست میرسه یا نه. خودش رو میرسونه. تو که چیزی بهش نگفتی؟ نه بابا. گفتم حالش خوب نیست و همون چیزی که لیلا به ما گفت. از لیلا بپرس چرا اینجا اینجوریه. چه شکلی بود؟ ببینم. تسبیح توه، دونه‌های سیاه داره روش، یه سری لکه‌های ریز سفید. نور موبایلت بنداز. چه جور تسبیحه؟ یسر. چی شده؟ یسر. حالا آقا جون خدا بیامرز بود. مادر جون یادگاری داده بود. اومده این باد نبوده همین دم غروبی؟ دم غروبی؟ نه دیگه، قبلا اومدن این کشت بلش برو پاشو برو اون میز کرسی رو برده بیار بچه از سر شب ایمه میگن کرسی بذار کرسی باشه کجاست؟ انبار زیر کله نه با هم بریم بیاریم تو برو اون رو بیار منم آتیش ردیف کنم دیگه میریم بعد میام آتیش رو ردیف میکنم دیگه میترسی؟ خجالت بکش با تو الان باید بابای دوتا بچه باشی؟ آه سنگینه سنگینه تو خوبی مجزا قوی دلیر اون بهرامه؟ میدونه بهش گفتن؟ گفتن که بهش گفتن نه حالا امشب بیاد فردا بیاد تو مامانتینا گفتی؟ نه دیگه قرار شد نگیم دیگه من الان از این میترسم اینو بعدا هم دلخورشن از من البته میگفتی کل خاندان خبردار میشه آقا من نمیفهمم این داستان وصیت جفایی چیه چونه تو این لیلا همه همونو باتاری کرده چه نفعی واسه اون داره خله 21 دو سال تنها باشی با این همه پسر ای بابا نگو دیگه گناه مردم واسه چی شروع من معذرت میخوام بدبخ این همه سال اینجا زحمت کشید آقا ببخشید دیگه گفتم دست نکنشه آقا رضا آقا روز به تشریف بیارین شام چرا که لابد میخواستن یه جوری بشه آقا رامینم برسه خب میذاشتیمشون تو سردخونت آقا رامین برسه خب نیست میگه تو زمین بمونه دیگه من نمیدونم من همون چیزی که مادر جون گفت به شما گفتم این اواخر هوش و حواسشون سر جاش بود آره بابا با دست چرا جنبه؟ یکو دست تو بریدی ببینم بشین اینجا قربانت بشم دست نزن دست نزن ای فای من شیشه توشه آدم با دست جمع میکنه بایسا بایسا شیشه توشه سب کن میسوزه بگی دست تو ای اونو میخواد بخوابی؟ Thank you.
مادر جون راحت رفت، از انگار که خواب باشه. اومدم بیدارشون کنم، دارو بدم بهشون، دیدم رفته. خوب ها اینجوری هم دیگه راحت میرن. میگن آدم وقتی میمیره همینجوری کنار جسد خودش سرگردونه، تا خاک نشه آروم نمیگیره. الان مادر جون اینجاست، داره ما رو نگاه میکنه، بامون حرف میزنه، ولی خب ما نمیشنویم دیگه. بیخیال مامان، میگن زنگ بزنم تهیه به لباس مشکی بفرسته، بالاخره باید به فامیل بگیم دیگه. ببینم اصلا کیو میخوام خبر کنم. عمه جونو که میگی؟ ولی چی باید یه بار اومد بگی میشه سر بزن، یعنی نمیخوای سب کنیم تا سه روز؟ بچه ها کجا؟ همین جا زیر کرسی بازی اینجا. نگاه کن تمام خونه رو موریانه برداشه. دیشب صداشون تو پنجره سالن میومد، چند سری اومدم نف بریزم، مادر جون نزاش، اونم که دیگه فایده ای نداره. سلام، صبح بخیر. صبحت بخیر. شما چرا زحمت میکشید؟ چه فرقی داره؟ من نفهمدم شب که خوابم بود. تا صبحم بیدار بودیم. بفهمم شما، دستون درد نکن. متشکرم. مادر جون خودش درست کرده، برای همه تون درست کرده، اسم تک تکتون هم روش نوشته. Thank you.
فاتحه بخونه برسه به روحش. لیلا این کاسه بلوریا کجاست؟ گفتم که اونجا توی پیش لیوان است. جاشون رو عوض کردی؟ مادر جون گفت یه جایی بذارین دم دست باشه. مگه توی این مدت را افتاده بودن؟ یکم به خدا من پا به پاشون را می رفتم، ولی گفتم مثلا یه وقت مهمونی چیزی بیاد دوست داشتم خودم چایی بریزم یا هرچی بتونم از اینجا بردارم استکان. کی؟ همون آخرین دفعه که شما اومدی. این رو سریعه رو من خریده بودم براش. من یه ما پیش اینجا بودم کمتر، فکر کنم مثلا 3 هفته ایناست. گمونم آخرین نفر شما دیدی مادر جون. من که بعد از تولد الهام دیگه نیومدم. آقا فرهاد فکر کنم یه بار تنهایی اومدن. نه کی؟ اومدن یه بار. اشتباه میکنی. سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر. احسان بیدار شده؟ بیدار شده. لیلا این سفره کجاست؟ جا یخ جا کدین داری؟ سرت درد میکنه؟ انقدر بر نرو با اون تبخال قربانت بشم. اینجاش میمونه دیگه نمیره ها. یه تا آقا جون چی کار میکرد؟ قاشقو میذاشت تو فریزر یخ میشد میذاشت روش. فقط یادت باشه برداری از اونجا. آقا بهرام اومدن. صداشون نمی کنید؟ کجاست؟ بیرون. چرا نمیاد تو؟ تو ماشینش خواب. یه نفر باید بره قضیه مادرجون رو بهش بگه دیگه. من گفتم نمیخواست بیاد، مجبور شدم تلفنی بهش توضیح بدم. فریده جان چایی رو میدیم. مادر جو پا نمیشه؟ نه دیگه گفتم قرص خوردن خوابید. بیمون عزیزم. بدش ما قدیمی ها همه گیره کور میزدن. مامان من یادته واسه اون آلبال خوشکا چه گیره هایی میزد، هیچ کی نمیتونست باز کنه جز خودش. بدش به من. نمیتونی ما گیره کورتر از اینو باز کردیم. اینطوری خودم هم میتونستم. بچه هم که بودیم آخرش پاره میکردیم. شیری گرفتم برات گرم کنم. من میخورم. به آقا فرهاد گفتی من میخوام برم؟ کجا میخوای بری؟
بهمون چیکار داری؟ نمیبینی الان وضعیت ما رو؟ زود میام. یه سر به خواهرم بزنم. واجبه وگرنه دست تنهاتون نمیذاشتم. حالا یه دقیقه صبر کن بذار ببینم میخوام چیکار کنم. چشم. همین هفته پیش که برده بودمشون همون داشتم پشتشون رو کیسه میکشیدم گفتن به بچه هم بگو تا سه روز بعد مرگم جسدم رو خاک نکنن. اصلا نمیدونستم چی بگم. گفتم مادر جون ایشالله صد سال سایتون بالا سر بچه هاتون باشه، ایشالله عرصی نوه هاتون رو ببینین. گفتم به بقیه فامیلم موقع تشییع جنازه خبر بدین. گفت مدیونی اگه به بچه هم نگی، بگو باید به وصیت هم عمل کنم. گفتم مادر جون از دست من ناراحتین، من کار بدی کردم، از دستم خسته شدین. گفت لیلا حواست کجاست که سر محکم در بکش. خب گفتی قبلش داشت با رامین تلفنی صحبت میکردی، یه درست تعریف کن. بله با آقا رامین شب قبلش صحبت کردم. چی میگفتن؟ من نمیدونم تخمینه جان، گفتم که به من گفتن از اتاق برم بیرون. اصلا رفتارش عوض نشد به تلفن با رامی؟ نه همونجوری بودن مثل همیشه. یعنی تو همون هیچ حرفی نزد؟ نه ماما این وضعیت شفایی رو نمیفهم. خب نمیبست به ما هم چیزی بگه؟ به شما نگفته بودن؟ من؟ من کی اینجا بودم؟ همین سه شنبه دیگه. من سه شنبه اینجا بودم؟ فکر کنم. فکر میکنی؟ زمانم از چی داری میگی؟ چهار هفته از اینجا نیومدم. روز من رفته بودم به خواهرم سر بزنم. ببینم تو این مامانو ول می‌کردی میرفتی؟ نه به خدا، از خودشون چند دفعه اجازه گرفتم رفتم. بعد که برگشتم دیدم که یه چای نیم خورده از این لیوانیا که شما میخورین کنار تخت مامانه. پس هر کی چای لیوانی میخوره منه؟ نه آخه استکان خودشونم بود. از این ظرف شکلات ها بود. شکلات ها هست که شما خودتون میارین. دیگه من فکر کردم شما بودین لابد. والا به خدا من نبودم. من همش سر کارم. پس کی بوده؟ چی میدونم؟ من مطمئنم مهمون داشتن. ازشون پرسیدم مادر جون مهمون داشتین؟ جواب ندادن. گفتم آقا فرهاد اومده بودن اینجا، بازم چیزی نگفتن. ولی بعد دیدم در اتاق آقا جون خدا بیامرز باز بود، کمدم به هم ریخته بود. چرا؟ نمیدونم، یکی حتما اومده بوده رفته بوده کمد به هم ریخته بوده دیگه. من فکر کردم چون شما آمده بودیم، گفتم لابد شما بودیم. یعنی تو از مادر جون نپرسیدی چرا کمد اینجوریه؟ مادر جون که میدونین دیگه اگه یه سوالی رو نمیخواستن جواب بدن هزار سال هم میپرسیده هیچی به آدم نمیگفتن. ولی چون میگم چون دیدم به هم ریخته است فکرم میکردم شما اونجا بودین، گفتم حتما شما بودم که میگفتم. حالا تو برای چی رفتی تو اتاق؟ من همینجوری دیگه چون در رو همیشه چک میکنم که قفل باشه رفتم ببینم در اتاق قفله یا نه. خب برای چی میخواستی چک کنی؟ تو که میدونستی اون در همیشه قفله. همینطوری چون که همیشه سر میزنم مطمئن بشم قفله، مادر جون حساسن روش. بعد دیدم که در باز بود، اتفاقا خیلی هم ترسیدم از این که در نیمه بازه، رفتم تو ببینم چیزی نشده باشه، دیدم لای در کمد بازه، همه چیزم ریخته بیرون همینجوری. فریده جان شما چیزی نمیخوای بگی؟ نه چی بگم؟ آخه یه جوری به هم نگام کنی. چه جوری نگام کن؟ ناراحت نشی ولی دور از جون عین مادر یه نگاه خیره ای داشتن همینجوری یهو به آدم نگام کردن. رضا بپن بچه رو. خود تکلیف چیه؟ چیکار کنیم؟ تکلیف معلومه، عمل به وصیت مامان. کدوم وصیت؟ قصه های این؟ من دروغ نمیگم آقا بهرام. به من میگی؟ این همه سال از اون ماجرا گذشته شما ول نمی کنی؟ تازه من دروغ نگفتم همون موقعشم. خیلی خوب خیلی خوب.
کن بهرام، دیگه ولش کن. آقا جون من میگم ما با چه منطقی جسد و سه روز تو خونه نگه داریم به هیچ کس هم چی نگیم؟ منطقه کی؟ من با تو نبودم. یعنی چی؟ یعنی همین که شنیدیم. ما خودمون میدونیم داریم چی کار میکنیم. میدونین که برای چی منو گفتیم بیام اینجا؟ با مادر جون خواست هممون اینجا جمع شیم. خیلی خب، اگه نظر منم مهمه، من میگم این کارتون مسخره است، مردم بهتون میخندن. با چیکار کنیم؟ هر کاری میخوایم بکنیم. من چه میدونم. بنده خدا خیری از اولاد که ندید. لااقل به مردش رحم کنید. ها اولاد منظورت منم؟ آره. منو میگی؟ بابا شروع نکن. میخندی؟ من آوردین اینجا متلک بارم کنی؟ تامینه من مسخره تو یکی نمیشم، خیلی راحت. مسخره چی؟ مامان مرده، میفهمی؟ نه فقط تو میفهمی. اون پیرزن بیچاره رو دق دادی. من دق دادم؟ نه من دق دادم. کی هرسش داد؟ که آید. یعنی اون روی سگ منو بالا نری، یه چیزی بهت میگم پشیمون میشی. من اون زن احمقت نیستم هیچ. زر نزن. زر نزن. شو بابا بیورزه. همه چیز باش مسخره بازی تو بچه‌ش. کدوم بچه؟ خودت میدونی کدوم. همون که زدی کشتیش. من کشتم؟ ولش کن. نمیبینی داره مزخرف میگه؟ بس کن دیگه تا تامینه. خدا مادر هنوز اینجاست. بله خانم، شما برو چیز میزادو جمع کن. بله؟ مگه نمیخواستی بریده؟ بله چشم. این قضیه بچه دیگه از کجا در اومده؟ از من چرا میپرسی؟ از خودش بپرس. برام این راست میگه؟ بابا یه کسی چیزی بگه دیگه، تو از کجا شنیدی؟ از لیلا، اونم از مادر جون شنیده. قبل از طلاقشون تو دعوا اینقدر مهنازو میزنی که بچه‌ش سخت میشه. تو گه میخورید بچه من حرف میزنی؟ حرفشو دارم. هر چی بهش میگم میشه زیاد میکنه. ولش کن. یک بار دیگه این مزخرفو تکرار کنی همچی میذارم تو دهنت. غلط میکنی. از بچگیت هم همینقدر عوضی بودی. تو چه گوهی بودی؟ بس کن دیگه تو. اون رضای بدبخت اینو چه جوری تام؟ خفشو عوضی. دارم میگم زندگی خودت رو جمع جور کن بزن دیگه، من چیکار کنم؟ مادر جون هنوز اونجا رو زمین زشته. بس کن. تو اینجا چیکار میکنی؟ در من داره. فقط بهتره مامان هیچی نمیگم. برام تو بچه داشتی؟ حوصله این شعر رو ورار ندارم. تو هم میدونستی؟ نه، از رفت آمدهای مهناز پیش مامان خبر داشتم، ولی اینو نه. مگه مهناز اینجا رفت آمد داشته؟ آره مثل اینکه، حتی بعد طلاقش. به لیلا بگو یه دقیقه بیاد اینجا، کارش دارم. بله کارم داشتی؟ اون داره ببند. مادر جون از کجا میدونست قضیه بچه بهرام؟ من نمیدونم. بعد از کافی مشکل داریم، درست جواب بده. گمونم رعنا خانم بهشون گفت. رعنا؟ اون از کجا میدونسته؟ تو رو خدا بهشون نگینو برو. ازت پرسیدم اون از کجا میدونست؟ یه دفعه که رعنا خانم اومده بوده اینجا دیده حال مادر جون خوب نیست، برای اینکه مادر جون رو آروم کنه گفته مهناز خانم گفته، ولی گفته که به کسی چیزی نگه. مادر جون هم اول به من نگفتن، بعدن گفتن. تو هم گذاشتی کف دست تامینه ها؟ نه به خدا، تامینه جون زنگ زده بوده به مادر، دیده خوشحال خندونه، بعد به من گفت چیه مادر جون انقدر حالش خوبه؟ منم یوها دهنم پرید قضیه حاملگی مهناز خانم رو گفتم. تازه پیش خودم فکر میکردم اینجوری میونه تامینه خانم آقا بهرام هم خوب میشه، چه میدونستم اوضاع این شکلی میشه. تو رو خدا به رعنا خانم چیزی نگیم. خیلی خب، تو هم دیگه به کسی چیزی نگو. شناسنامه چی؟ چرا گفتی پیش من بوده؟ من نگفتم، گفتم آخرین بار شما برده بودی. و من که شناسنامه و سند خونه رو آوردم که. دیگه نشین اینقدر قصه بافی کن. چشم. برو. با اجازه. یواش یواش یواش. سیگار تو عوض کردی؟ چه فرقی با حالتون میکنه؟ همشون یک بار. روزی چند تا میکشی؟ ده تا، دوازده تا. این فرق باله بکنم. فریدم میکشه؟ نه نمیکشه. تک کرده؟ آره یه مدتیه دیگه نمیکشه.
خب تو هم کمش کن دیگه. آره محمد نکشم دیگه کم کم. ببینم فریده اصفهان میره هنوز؟ راننده خطی که نیست، تموم شد. اه؟ که؟ خیلی وقته، 3-4 ساله، فوقش هم گرفت. باید کردم. خودت چیکار کردی؟ من خوبم، خستم. کلان خوبی؟ آره. چطور؟ همینجوری. اما برام شما نظر دیدی که این لیلو پرد و پلا میگه دیگه، من دیشب داشتم به رضا میگفتم. ترشو نکشید. خدافظ. به فایده بگی نگران من نشی. میگفتیم میریختم برای حالا چه اصراری بود تو این وضعیت بذاره بره؟ نمیشد برین قهرت نکش. تو با اون چی کار داری؟ به دختر بگو بیاد کمک کنه. قرص میخوای؟ دیروز گفتم برو استراحت کنم. برای استراحت اعصاب راحت میخواد. این شناسنامه پیدا نمیشه. پیدا میشه. گم نشده. قضیه یکی دوتا نیست که آخه. بعد ما بفهمی کی برش داشته. نه کسی برش داشته. شاید یه جایی گذاشته ما نمیتونیم پیداش کنیم. کجا مثلا؟ من چه میدونم کجا. میگم شاید حواسش نبوده یه جایی گذاشته دیگه. علیک السلام. سلام. سرخیز شدی؟ ببین دیشب خیلی دیر. شما دخالت نکن. بشین یه چای برات بریزم. اینجا ترزشه. بیش مثل آدم بخور. خودم میشورم تو لکش میکنی. رضا میگه مادر جون به تامینی گفته که میخواد تو قبرستون محلی دفن بشی. شما چیزی نمیدونستی ها؟ نه. از کجا میدونستم؟ من خب فکرشو کرده بودم. چطور این فکر رو کردی؟ یعنی چی؟ خب فکر کرده بودم دیگه. آدم تا وقتی زنده است که قدر خانوادهشو نمیدونه. اصلا اهمیت نمیده. ولی وقتی میمیره چرا دوست داره همه فامیل دورش باشن؟ همینطوری فکر کردیم. خب تو عکس رو نگاه کن. کی گفتم شاخ بازی باشه؟ خب بله. ببین چی شد بچه. نشستاییش مردیه واسه خودش. الو ببین اونا رو جمع میکنی این عکس دوباره میشینی. همین که گفتم دیگه بحث نکن با من دیگه. نیام دوباره ببینم از خود تون مدل زدی. نه خدا میو کجایی؟ این میو کجاست؟ اینا کشتن از بس گفتم. نمیدونم نیست. تا آخرین بار کی اومدی پیش ماما؟ نمیدونم ولی اومدم. اینو یادته؟ کجا پیدا کردی اینو؟ تو وسیله‌های قدیمیم بود. من برات خریدم. یه گهواره صورتی هم داشت. یادته؟ من میگم داشت، همه میگن نداشت. تو اومدی پیش ماما؟
اوکی؟ کجایی؟ حالت خوبه؟ هستم. خوبه. صبر میکنیم رامین بیاد. اینجوری که میشه همون 3 روز که هنوز هیچ کاری هم نکردی. گواهی فوت هم نداری. وصیتش چی میشه؟ چه میدونم، تو بگو. من چیو بگم؟ واقعا تو این مدت تو حرفی چیزی نگفت. بالاخره تو بیشتر از همه اومدی اینجا پیشش. شاید یکی نیاد و بیشتر بدونم. شاید هم یکی نبیاد. یا اگرم میاد سر کار باشه فکر کنه همه چی میدونه ولی چی نه. ببین قضیه بهرام و ما همه اون اتفاقی فهمیدیم. حالا چی شده مگه؟ من چی میگم تو چی داری میگی؟ چرا همه چرا به بهرام ربط میدی؟ تو خودت میدونی که چقدر مامانو هرس میداد. مامان هنوز اینجاست و اونم با همه دیوونه بازیاش میدونی که مامان دوستش داشت. من که چیزی نگفتم. خودش عصبیم کرد، منم مجبور شدم جوابشو بدم. حالا من خواهش میکنم یه خود ملاحظه بکن. باشه. بیرون وایساده نمیاد تو. باید یه فکرم واسه مراسم بکنیم تا رامین نیومده. چون باید دیگه وقت نداریم. ما یه چیزی. نکه. یه قاشق یخ بذار روش. من با اون کاری ندارم بابا، اینقدر نگران نباشید. مراسمم که تمام شد زود میرم. ببین الان هممون ناراحتیم، طبیعیه دیگه. ما میگیم که دور هم جمع شیم تصمیم درست درمونی بگیریم. خب بگیریم، من چیکار کنم؟ آخه اینجوری که نمیشه، تو باید نظرتو بگی دیگه. من نظرمو بگم؟ ها؟ من باید میومدم که اومدم دیگه. چی بگم؟ لااقل سر اینکه چه جوری نگهش داریم نظرتو بده. به هر حال معلومه که اینجا نمیشه نگهش داشت. دیگه نظری چی بدم؟ بهرام، تو میدونستی مهناز بعد از طلاقتون اینجا رفت آمد داشته؟ نه. فکر نمی کنی اون کسی که باعث این وصیت شده ممکنه مهناز باشه؟ یعنی چی؟ گفتم شاید. منظور چیه؟ نمی فهم. من باید با لیلا صحبت کنم. راستی امشب باید بری عقب رامینا. آره میدونم. ببین فقط تو رو خدا بگو که به مهناز چیزی نگن. من نمیخوام بیاد اینجا. باشه. یواش هست، یواش هست. دست درد نکنه. خواهش میکنم. چی شد؟ بونس دیگه. کنسله. یعنی چی کنسله؟ آره دیگه، تأمینه زنگ زد گفت مثل اینکه قرار شما وایسین تا رامین بیاد کنسلش کن. تو چیزی بهش گفتی؟ نه، داشتیم میرفتیم زنگ زد. جلو لیلا با آمبولانس زنگ زدی؟ آره جلو لیلا. ببین لیلا با این کارش. ببین تو خدا برو تأمینه خود صحبت کن، نرمش کن. زشت این وضعیت. یزم این قباش ور نره، جاش میمونه. به خدا همه به هم ریختن و بلا تکلیفن. خواهشن تو دیگه پیچیدش نکن. برای چی بلا تکلیفن؟ همه چیز خیلی مشخصه. خب الان فکر میکنی کار درستی داری میکنی؟ شرعیش هم در نظر بگیری خوب نیست میگه رو زمین بمونه. یعنی انجام وصیتش جزء شرعیات نیست؟ او باید امکان انجامش باشه. از اینجا تا سردخونه چقدر راهه؟ یعنی این همه راهو ببریم و برش گردونیم؟ خب اینجا پیشمونه دیگه، عوضش خیالمون راحت تره. خیال چی راحت تر؟ اصلا متوجه میشی چی داری میگی؟ من چی دارم میگم؟ پس تو هم حرف اونا رو داری تکرار میکنی دیگه؟ یعنی من دیوونه شدم، عقل از سرم پریده. امینه جان عزیزم، الان شما ناراحتی، حساس شدی، هر چیزی هم بگیم بهت بر میخوره. مادر جون برای منم عزیز بوده، برای آرامش خودش میگم. پس لطفاً تو هم آروم باش. چه جوری آروم باشم؟ مامانم افتاده اینجا، هیچ کدومتون عرضه اینو ندارین که وصیتش عمل کنی. بالا سر مادر جون وایسادی، ما هم دعوا میکنین. زشته به خدا. چه خبره؟ چرا داد میزنی؟ چه خبره؟ تو نمیدونی چه خبره؟ یواشکی میری آمبولانس خبر میکنی دیگه، ما آدم نبودیم. بعد از بس با بهرام اومدم بهت بگم، بعد نشد دیگه. همون دیگه، نظر دیگران برات مهمه. من کی این حرفو زدم؟ من فقط میخواستم وسط قضیه رو بگیرم. قبول کردم نگهش داریم، ولی تو سردخونه نه اینجوری که. این وضعیت برای بچه‌هام اصلاً مناسب نیست. راست میگه. ما
هممون میخوام یه مراسم آبرومند بگیریم، ولی اینجوری فقط داریم آزارش میدیم. اینو میفهمی؟ نه نمیفهمم. فقط نخواسته سه روز اینجا نگرش داریم، گفته به هیچ کس هم خبر ندیم. اگر ببریمش سردخونه که اون همه محل میفهمن. یا ما باید به همه وصیتش عمل کنیم یا هیچی، حد وسط هم نداره. شرایط نگهداریش نیست، بدنش داره چرا شرایطش نیست؟ خواهش میکنم بریم بیرون با هم. اینجا که هوا سرده. میفهمی داری چیکار میکنی؟ همش چند شبه دیگه داریم. اصلا میدونی چیه؟ بدون شناسنامه نمیذارم ببرینش. بدون شناسنامه کجا میخواین ببرینش؟ چی میخواین اونجا بگین؟ میخواین بگین دو روز مامانمون فوت کرده الان آوردیمش؟ نمیگن برای چی؟ گشتیم نیست، چیکار کنم؟ یعنی چی نیست؟ اونی که اومده بوده اینجا کی بوده؟ سند خونه که نیست، شناسنامه که نیست، یعنی چی؟ نمیذارم اینجوری ببرینش. من دیگه چی نمیگم. صبر کنیم رامین بیاد حل کنه. عجب گیری کردیم. تشنه باش. بابا در باز کن، میخوام زنبور بیارم بیرون. نیشت میزنن زنبورا؟ نه مبادر، تو دست خاله دیده بودم مرده. ببین من قد تو بودم، یه بار رفتم این تو. یه روح داره آدمو میخوره. اگر روح بود که از اونجا میومد بیرون، دروغ بود. ای جانم. مثلا کلیده رو اشتباه بردیش. روزبه جان یه دقیقه بیا. اون پشت اون زنبورا بودش. زنبورا بریم، زنبورا بریم. داشتی میرفتی اون تو که جسد رو بیاریم اینجا؟ اون تو رو دیدی اصلا؟ چه خبره؟ چی بگم والا، تهمینه میگه نگه داریم. تو چه طاقتی داری رضا؟ اون با این اخلاقشو بچه هاشم که افتادن گردن تو، خدا باباشون میرمز. خدا رحمت کن. به حال هر کسی قسمتی داره دیگه. نه من اگه بودم که نمیتونستم. بابا خب یکی بره با این حرف بزن، اینجوری که نمیشه که. این همه آدم که نمیتونن عقلشون بدن از 30 نفر. الان داشتم من همین صحبت باش میکردم. حالا درست یا غلط میگه وصیت مادره. وصیت چیه بابا؟ لیلا یه چرتی گفته وصیت. حالا هم من خودم بلا تکلیف شدم. همین بچه ها خسته شدن تو این هوای سرد، هی ببرم این پشت بازی کنن، سرگرمشو کنن. اون حسام هم هی مدام بهونه مادرشو میگیره. بابا فرادم پیشنهاد گلخونه رو داد، گفت میتونیم اونجا بذاریمش تو گلخونه؟ بابا نکن این تو رو خدا این کارو. عجب بساطیه. گفتی بالا اونجا مناسب تره و حال خونک تره. خب اونجا هم که باز دورش جمع میشن و شیون میکنن و بچه ها هم میبینن دیگه، چه فرقی میکنه؟ بچه ها امروز نفهمن، فرا پس فرقی که بخوام خاک کنیم میفهمن دیگه، اگه تا حالا نفهمیده باشن. نمیدونم رضا جون، من عقلم هم انقدر قد میدن. هر کاری میخواییم بکنیم، ببرینش گلخونه. گفتم برای شب کتلت درست کنم، رامه میاد خیلی دوست داره. دست درد نکن. اون قرص چه تو این میخوری؟ بذار سرم درد میکن. تو رای خبری نیست؟ تفلک مادر جون آرزو داشت که با روز بخوبیم با هم؟ یه جوری شده انگار معذب اصلا نمیاد تو. از جسد میترسم. نه بابا آخه که برسیدم چرا میخندم؟ به خدا صبح که از خواب پا شدم اصلا باورم نمیشد چه اتفاقی افتاده. دوست نشتم از جام بلند شم.
فریده میخوام مادر جانو ببرن تو گلخونه، میگن چاره این نیست اونجا هوا خنک داره، نمیتونم چی بگم، معصیت داره به خود. این لیلا هم رفت نفهمدم کلاب کجا گذاشت. خواستم بگم آقا روز به اینا بخرن ها، یادم رفت. خواستم دارن دنبال رامین میگم بخرن. یه حلوا بپزیم دیگه. اگه مهناز بود که کار مهناز بود، چه حلواهایی میبخ. میگم بهش بگی؟ کی؟ مهناز. نمیدونم. تفلک بفهمه ناراحت میشه. خب اگه بیادم بهرام ناراحت میشه. چرا؟ حالا یه چیز بینشون بوده تموم شده رفته دیگه. خب آخه فقط این نبوده که. چی بوده؟ بهش زنگ نزن. چیزی شده؟ نه بابا چی شده؟ آخه اینکه میخوای یه چیزی بگی ولی نمیگی. فری برو بابا اون کارات داره. بگو. فرهاد بهت نگفت؟ نه چیو. باید بگو تو رو خدا. مهناز و بهرام بچه دار میشن، مثل که تو دعوا سخت میشن. مادر جون بردن تو گلخونه. نه قربونت برم، نه مادر جون نیست بریم. چرا مادر جون مرده؟ نه خوشگله من، کی میگه مادر جون مرده؟ تو راست میگه، دارین دروغ میگی. عزیزم بریم. نه برای چی؟ نمیبینی زن گریه میکنه؟ بابا این آلبوم قدیمیه رو پیدا کردم. بله اینا باش زود سرد شد، عوضش کن. ولی یه سری از عکساش نیست. خب چیکار کنم؟ من گفتم کاری کنی که این شناسنامه پیدا نمیشه، هرچی میگردیم نیست. انشالله تا فردا پیدا میشه. اگه پیدا نشد چی؟ نشدی تامینه چه مطلقه انداخت؟ عصبانی بود، یه چیزی گفت. همین؟ یه چیزی گفت؟ چی بگم؟ بگم برو بزن تو دهن خواهره. بده ببینم. نسوزی. صبح که رفته بودم واسه خرید صبحونه، یه سر رفتم سر خاک محمود. خدا رحمتش کنه.
سالش که تموم شد، روزی که اومدم اینجا واسه خواستگاری، مادر جون داشت این گلا رو آب میداد. بهش گفتم چی شد؟ گفتی به تخمینه؟ نگام کرد گفت میدونی که یه دنده است، صبر کن هرچی قسمت باشه. پاشو پاشو، بیشتر از این خودت اذیت نکن. بیا اینا رو حسام پیدا کردم. و یه تصویرت اینجا پاره شده بود. حسام بابا بیا این بر، اون کلت اون لا گیر میکنه. نکن ببین حسام گیر نکن. اصلا رو وجود نداره. حسام نکن دیگه. هیچی، همین حرفای همیشگی بود دیگه. حال شما رو پرسیدم بیتا جان. مرسی. گفتم برای تعطیلات ژانویه میخوام بیام که خب ژانویه چیه؟ برای عید خودمون پاشو بیا. تامینم گفتم اینا. چیزی دیگه نگفت؟ نه. چی مثلا؟ درباره ما؟ گفتم، گفت که عید بیا تا دوباره دور هم جمع شیم همه. صداش گرفته بود، خسته بود انگار. گفت لیلا گریه کرده بود؟ گریه؟ نمیدونم. گفت لیلا میخواد ببردم حموم. بعدم قطع کرد. کجاست لیلا؟ رفته ده، فردا میادش. لیلا گفت ما که مادر جون داشته با تو تلفنی حرف میزده اونو فرستاده بیرون. ما فکر کردیم حتی هم میخواسته یه چیزی بهت بگه که اون نمیباس گوش کنه. من اون سر دنیا هم باید همه چیزو بدونم، اون وقت شما اینجا چه انتظاری از من دارین؟ اصلا چتونه؟ من نمیفهمم چرا اینقدر ماجرا رو پیچیده کردین. خب گفته سه روز منو نگه دارین دیگه، لابد میخواسته دوباره دور هم جمع شیم. چند شب دیگه مونده برام؟ نمیدونم چند شب مونده. شب دوم. خب یه شب دیگه مونده دیگه.
بردارونو. چی بابا؟ کاری ندارم. بهت میگم برش دارونو. چش. برش بدارم. چرا داد میزنی عزیزم؟ آرومم بگه، من میفهمم دیگه. چرا از تو خودتو خورد میکنی؟ بچه ها بیرونن و شمع روشن کردن. درم وقتی من یادم کلید نداشه، بعد یه چیزی میذاشتیم پشتش. یاد یه دفعه هول کردم، گفتم در رو بذار پشت در. نمیخوابی؟ خوابم نمیبره. منم نمیتونم بخوابم. چیزی شده؟ نه، تو سالن هوا سرده. این آقا فرادم یه خورخور میکنه، ماشین سنگین شرمانه. تو کمد پتو هست، اگه میخوای میتونی بری تو اتاق مادر جون بخواب. ها؟ آره. ترک نکردی؟ کشی؟ عادتتو. عادت متر کردن تو. رنو میگه مادر جون میخواسته با این کار ناآروم باشه. یعنی چی ناآروم باشه؟ همین که وصیت کرده 3 روز بعد مرگش خاکش کنن. یعنی خودشو مجازات کنه؟ نمیدونم. حرفایی میزنه. تو باور کردی این وصیتو؟ باور؟ وصیت دیگه. تو چرا نمیگی ماما پای تلفن چی بهت میگفته؟ من که هرچی بود گفتم. چتونه شما؟ چرا به همه چی شک دارین؟ از من چیزی نگفت. نه، کی؟ ناراحت نبود از من. این چیزایی که مهناز میومده براش میگفته. نه. چتون شدی و با مهناز؟ شد دیگه، چه میدونه. نمیخوابی؟ چرا میرم تو ماشین میخوام؟ خب برو تو اتاق لیلا بخواب. خب قفل درش. راحت همونجا راحت. یه سرده. الان گرم میشی. کافی برای عموی جذاب. به به، دست در نکنی. قربون شما. این چی پیدا کردم؟ از کجا پیدا کردی اینو؟ اینو تو کمد آقا جون. بابت آ. یاره. ولی یه سری عکسای دست جمعیش نیست. یعنی چی؟ فقط دست جمعی ها نیست؟ آره دیگه، یکی برشون داشت. نه بابت آ، به درد کی میخوره که برداره؟ من به دردش میخورده دیگه. یه همه تحمیلن رو نگاه چه بال بغلتون کرده. بله، الطاف پرنسسکایی هم شامل حال ما میشد. از بچگیش هم پیله ای بود. رون دندش هم که میافتاد از محبت آدم خفه میکرد. بابات بهش میگفت پرنسس. آره دیگه، آدم یه داداش دوقلوی جذاب مثل شما داشته باشه، مادر جونم که اوه پسر دوست، حقشو میخوردین دیگه. فکرشو بکنید که بخواد حق اینو بخوره. واقعا. لب بمیرم نگاه چه اخ میکردی اینجا. بابا افسار اولاغ کشید، خوردم زمین، دستم شکست. من دیگه بابام از اولش هم تو مخی بوده. یعنی چی تو مخی بوده؟ یعنی رو مخ بوده؟ نه، تو مخی یه لول بالاتر از رو مخی. تو مخی بوده.
سوسکی تو از کی تا حالا عینک میزنی؟ نه با این که علکیه، میخوام در موقع هم عمل کنم، بابام نمیذاره دیگه اینو میزنم. خره عمل نکنی ها، در موقع به این قشنگیه واقعا. آره بابا سیبیلات هم که کندی کلی گشتم شبیه عینک مهناز پیدا کنم، نبود که هیچ جا. نه پیدا نمیشه، مال اون دستاز بود. بگم به مهناز بگم بیاد. به به چشمم روشن، سیگارم که میکشی؟ نه بابا این پخص من نیست. از کیه پس؟ مال اجنه هست؟ مال تحقیقات علمی داره؟ واسه من نیست. مالی کیه؟ هم شما هم میخوایی مثل بابا مچ بگیری، واسه من نیست دیگه. نه بابا من چه خوب بکش. اصلا کلن هیچ هیچ گیا نمیفهم. خب بابا حالا دماغت درازتر میشه زشتر میشه، بیا بگی بکش. میگم واسه من نیست. واسه من نیست. باوجو میو اینجا نیستش، بی خودی جیغ زدی ما رو ترسوندی. من خودم دیدم زایی مرده بود. خودت اشتباه دیدی، برو تو ببینم، برو سرما میخوری، خودو ببینم. چی شده بود؟ هیچی، فکر کرد میو رو پیدا کرد. اینجا درش بایی بسته نبود. نمیدونم. خیلی خب من میرم ده سراغ لیلا. اینجا رو گشتیم. میدونم. ایدی ملکیه؟ احتمالاً بچه بهرام. مگه تو میدونستی؟ چیو؟ پس چه میگی مال بچه بهرامه؟ خب مادر جون عادت داشت به ترتیب به بافه دیگه، الان نوبت بچه بهرام. چیزی شده؟ نه چیزی نشده. آره جون خوده، همون دیشب که اومدم فهمیدم یه چیزی شده. چرت نگو، میدونستی بعد میگی نمیدونستم؟ چیو؟ قضیه بچه بهرامو. مگه بچه دار شدم؟ چرا علکی وانمود میکنی که نمیدونستی؟ علکی چیه؟ مامان رو نوبت برای همه میبافت، ولی نه برای کسی که نمیدونست بچه داره یا نه. اون وقت میگی مال بچه بهرامه؟ میگم همینجوری گفتم داشت، ولی سخت شد. شما هم مثلا هیچ وقت غم نبینید. خیلی ممنونم. نه خیالتون راحت، حتما میفرستمش بیا. بله بله متشکر، خدا نگهدار. خدا نگهدار. از مدرسه آرزو زنگ زدن میگن چرا نمیاد مدرسه. تو که جلو دهنتو نمیتونی بگیری دیگه. نه من چیزی نگفتم، گفتم از مدرسه بود. مگه قرار نبود به کسی چیزی نگی؟ خواستم غیبتش رو موجه کنم، گفتم مادر. خب گفتی مریض، واسه چی دروغ بگم؟ از که ای طلبا دروغ گفتم مشکل داری؟
خب بس دیگه تو هم هی خود چلوس میکنه. چه این فضولی ها؟ برو ببینم از کیات گرفتی؟ اعصاب نداری چرا سر بچه خالی میکنی؟ دخترتو مثل آدم بار بیار، نه مثل خودت فضول و خال زنک. شما اگه بهتر بلدی شما تربیت کن. تربیت دختر با مادرشه. یعنی اگه پسر داشتیم شما تربیت میکردی دیگه ها؟ اگه پسر داشتم نمیذاشتم مثل این دختر بار بیاد. کاش مادر جون اجازه میداد شما یه زن دیگه بگیری یه پسر برات بیاره، نسلتون ادامه پیدا کنه، خیال همه راحت. تو من اینجا با مادر جون سر این قضیه صحبت کردی، خودتو لوس کردی ها؟ نه. و چی داری میگی؟ چیزی نگفتم. دروغ میگی. مادر جون به چیزی گفته؟ خب که چی حالا؟ به بس هم گفته باشه، اصلا به تو چه؟ به تو هر چیزی فضولی میکنی؟ تو رو خدا داد نزن. خب داد نمیزنم. خواهش میکنم یه دقیقه چی نگو. تو رو خدا داد نزن یه دقیقه چی نگو. خب من میخوام باید حرف بزنم ولی نمیتونم. حرف تو بزن، دارم گوش میدم، بفرما. من میترسم ازت، دخترات هم همینطور ازت میترسم. فکر میکنم تو دوستشون نداری. همه تونم همینطوری. 26 سال من عروس این خانوادم، آخرش نفهمیدم منو دوست دارین یا دوست ندارین. رامین سایت اصلی لاتاری رو میدی؟ لاتاری مرسی. یادت نمیاد 3-4 سالت بود یه بار دندونت افتاد کلی گریه زاری کردی، برای اینکه آرومت کنم یه مراسم تشییع جنازه براش گرفتم، بعدم زیر همین درخت چالش کردی، همینجا که داری میو رو چال میکنی. اینقدر سرگرم بازی شدی که دردت یادت رفت. شاید برای همین بود که یاد گرفته بودم وقتی ماهی های شب عید میمردن می آوردم همینجا خاکشو می کردم. از همون بچگی کابوس دارم. این که ماهی از زیر خاک زنده شدن. دوست داشتم بدونم ماهی ها موقعی مردن وقتی لب می زنن چی می گن. چیه؟ از کجا پیداش کردی؟ بخچه مادر جون. مادر جون به چیزی گفت؟ چی بگی؟ پس چرا اونجوری نگام کردی؟ کی؟ دیشب. چاق شدی؟ نه همونم. گریه کرده بود مادر جون؟ نه. تو چرا این حالی فریده؟ برای بود باشه تلفن سفارش کرد. سفارش چی؟ همین که بیام شب عید دور هم جمع شیم. پاشو زمین خیس یخ می‌کنم. چی شد؟ نیست لیلا رفته. یعنی چی؟ کجا رفته؟ چه
چه میدونم رفته دیگه. چه خبره؟ چی شده؟ لیلا رفته. یعنی چی رفته؟ چند روز پیش از خواهرشون خدافظی کرده، دیروز اصلا اونجا نرفته. مگه میشه؟ چی داره میگه؟ بهتون گفتم این یه چیزیش میشه، گوش نکردی. این همجوری رفته، هیچ با خودش نبرده. بیارین این در اتاق لیلا رو وا کنید. پیدا کردم. ما خونه و زمینه و همه رو بخشیدم. نصفشو به لیلا، نصف دیگه‌ش هم به خیریه. تو از کجا میدونی؟ خواهر لیلا میگفت. رفتن محضر، همه کارش هم کردم. خبرش کرده؟ نمیده؟ خیلی دوست دارم. برای همه تون جوزری مشکی گرفتم. میاد تو ماشین بیاری؟ خیلی دوست دارم. کره رو بده به من. داشتنی که آزار بده به چه درد میخوره؟ تو که خیلی دوستش داشتی. اینا رو با بهرام داد. دست درد نکنه. چکرم. عطرتون عوض کردین شما؟ نه. گفتم با حلواست. مادر جون مثل این که خواستن دختراش غسلش بدن. واقعا؟ آره، یه دفعه که فرید اومده بوده اینجا بهش گفته. خیلی خوب باش. نه آخه باشه که با این وضعیت فرید اگه مادر جون اینجوری ببینه حال روزش بدتر میشه. چشین باز چه کرمی ریختی؟ کرم که مال سن و سال شماست. من بهش قول دادم. قول؟ میدونی چیه قول؟ نه فقط تو میدونی. تو خودو بهش بگی اون قول چیه. من حواسم بهش هست. دم شما گرم. آخه این عادت داره سر همه چی من قول بگیره. روزبه بیا کارت دارم. ببخشید من کار دارم. کارت دارم روزبه. عذرخواهی میکنم. فریده چشه؟ چی چش نیست. همه چیزیشون هست دیگه. دیدم دستشو. نستشو حواست بهش هست؟ آره بابا من که مراقبشم. چرا قبلا به ما نگفتیم؟ شویم گرفتاری نمه تو هم که اون سر دنیا. اون سر دنیا چی؟ قاد زده، شک کرده به همه چی.
کتابایی که میخونه. میگه واسه چی اومدیم به این دنیا؟ اومدیم اینجا. میگه دوست دارم کنار مادر جون خاک بشم، برف بیاد. قبلا اینجوری نبود جا. چیز دیگه ای نیست؟ میگه ما که به خواست خودمون نیومدیم تو این دنیا، برای چی باید یکی دیگر بیاریم بدبختش کنیم؟ بچه کردم دیگه نمیکشی. من یه مدت به خاطر بچه نمیکشتم. اون روز که گفتی اومدی پیش مادر جون بعد قضیه لیفو گفتی، یه چیزایی حد زدم راجع به بچه. فکر کردم هرچی باشه حتما بهم میگی. لازم نبود بگم. چطور همه چیزو بهم میگفتی قبلا، حالا یه مورد لازم نبود؟ خواستم باید مشورت کنم همین. بچه رو ماجرا اینقدر مهم نبود که بخوای براش مشورت کنی؟ میگم بچه رو اصلا نمیدونستیم میخوایم نگه داریم یا نه. پس این ماجرای بچه که تو دعوا سخت شد چی میگی؟ دعوای چی؟ کی هم چه حرفی زده؟ اون روز که اومدم اینجا مادر جونم همین فکر رو میکرد. من اصلا نمیخواستم ماجرای بچه رو کسی بدونه، فقط به رعنا گفتم. آورم ده. چی؟ چی؟ اومدم اینجا ماجرای بچه رو میدونست، حتی میدونست پسر دارم مرسو. بهش گفتم که از بهرام خواستم بچه رو توافقی سخت کنی. آدم که زندگی نکردیم. عوض شدیم هنوز. تو عوض نشدی؟ کیسه به نخ کاموا میبست منداخت گردنش، کلید یا بعضی چیزا رو میذاشون تو زیر پیرنش قایم کرد. گفتم شاید خدا نمیخواستم اذیتش کنم، هم خواستم زود تخاکش کنیم راحت شد. میتونم عزیزم، میتونم بخوری یه ذره دیگه. اینم از شناسنامه. قضیه سند خونم که معلوم شد. من اصلا این قضیه خونه رو باور نمی کنم. آخه اصلا مامان برای چی خونه رو باید بده به لیلا؟ اصلا یعنی چی؟ حالا باور می کنی یا نمی کنی، بردنش محضر، امضاشو گرفتن، سندش هم هست. سه روزش تو باور کردی، اینو باور نمی کنی؟ من با تو نبودم. ما غفلت کردیم دیگه. معلومه مادر جون از دست هممون دلخور بود. خیلی خوب، هرچی هست هم امروز باید دفنش کنیم دیگه. نه، یه روز مونده. چی شو یه روز مونده؟ امروز تمومه دیگه. نه،
با فردا میشه سه روز. چجوری حساب کردی؟ روز اول که اومدیم قبول نیست؟ اون که شب اول بود. بابا روز اول که ما اومدیم. روز دوم که بهرام و رامین اومدن. الان روز سومه. گفت سه روز نه سه شب. الان چی داری میگی؟ دارم میگم الان لیلا نیست که بگه سه روز یا سه شب. همون انتر منتر خودش کرده خونه رو بالا کشته رفته. به لیلا چه ربطی داره فراد؟ مادر جون خودش خواسته همه چیزو ببخشه. خب بچه رو فلنگو بست و رفت. لیلا که بدون اجازه مادر جون نمیتونست وسایلشو ببره. شاید مادر جون این سه روزو گفته که لیلا وقت داشته باشه فرار کنه. شاید هم لیلا خودش این سه روزو در آورده که بپیچه بره دیگه. آره اونم گوشته سری کار. خب حالا مهم نیست دیگه. گواهی فوت دارین؟ اونو من درستش میکنم. رضای آشنا داره. الان برای تشییع جنازه نمیخوایم فامیلو بگین؟ نه تو رو خدا. خبر کنیم که بگیم چی بگیم. مادرمون سه روز تو گلخونه نگه داشتیم. حال بعدن یه مراسمی چیزی براش میگیریم دیگه. به هر حال یه روز دیگه باید صبر کنیم. خودش اینطوری خواسته. تامین جان نمیشه که بیشتر از این روز همین بمونن. ول کن جسد نیست. بابا ول کن دیگه. اون موقع که زنده بود باید میومدی سراغشو میگرفتی. این همه راهو کوبیده اومده اینجا رفته سر خاک محمود یه قدم نیومده پیش مادرش. خیلی خوب. مرد پرستی. اولا که جسد نه اون ماما. بعدم اون تو مامان ما که نبوده. تو که سالی یه بارم به زور میومدی میدیدی شاخه. بعد از این یه آژان به سر قبرش بهت گزارش بده ببینه هر کی بیشتر اومد یه جایزه بده. برو ماما. تخمینه. ما اصلا وجود از این بعد میخوای شما. اصلا وجود که تو داری که صبح تا شب داری شیون میکنی موهاتو میکنی. چه جوری اینم به سال با این زندگی کردی ها؟ یعنی تو الان ازش نپرسیده بودی؟ تخمینه. تخمینه. تخمینه جان. برام بس. خاکش نکنیم چی کار کنیم؟ سه روز رو زمین بمونه یا ده روز زنده میشه؟ بابا توی اتاق نمیتونیم همدیگر رو تحمل کنیم، لااقل ببریمش تو اون قبرستون براش عزاداری کنیم. Thank you.
تلن تلن تلن.